جنگ گرگ ها بر سر مذاکرات و زهر اتمی. باند خامنه ای: از همکنون مشخص است که اگر توافقی صورت نگیرد قرار است همه چیز بر سر دلواپسان بشکند. ارگان سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه: دولت یازدهم حوزه های مختلف را معطل نتایج مذاکرات هسته‌ای و برچیده شدن تحریم ها کرده است. یک رسانه وابسته به باند خامنه‌ای درباره مذاکرات هسته‌ای بین رژیم آخوندی و کشورهای پنج به علاوه یک نوشته است: این که گفته می شود دلواپسان موضوع هسته‌ای دلواپس موفقیت دولت در این عرصه هستند، تا نکند این توافق به نام دولت تدبیر و امید ثبت شود، ادعای تنگ نظرانه و مغلطه کارانه است. چرا که همین منتقدان و دلواپسان نگران آن هستند که در پس این توافق که اکنون با چالش ها و زیاد خواهی های آمریکا روبرو شده است، توطئه‌ای و دسیسه‌ای پیاده شود و آنگاه این توافق برد برد به یک سر برد تبدیل شود. باید این حق را به منتقدان و آنهایی که نگران آینده و نتایج مذاکرات هستند داد که حرف خود را بزنند و انتقاد و تحلیل خود را ارائه دهند، گرچه دست آخر اگر توافقی انجام نشود از همکنون مشخص است که همه چیز قرار است بر سر دلواپسان و آنهایی که نگران هستند بشکند. برخی ادعا می کنند آنهایی که دلواپس هستند نگرانیشان به خاطر این است که دولت در مذاکرات هسته‌ای موفق شود و گشایشی در روابط خارجی کشور ایجاد شود و مشکلاتی که در 8 سال دولت گذشته ایجاد شده حل شود، که البته این سخن و ادعا اثبات می کند که موافقان هنوز مشکلات کشور را به مذاکرات گره زده اند و حاجت خود را از آمریکا می خواهند. این در حالی است که مسئولان کشور بارها تأکید کردند تحریم ها را نباید به مذاکرات ربط داد. از جناب ظریف می خواهیم نسبت به این تحلیل واکنش نشان دهد. شبکه های تلویزیونی طی تحلیلی می گویند نگرانی اصلی ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای نیست، بلکه باخت دوباره تیم روحانی در انتخابات آینده و تکرار تجربه انتخابات 1384 است. در همین حال ارگان سپاه خامنه‌ای طی مقاله‌ای سیاست‌های هسته‌ای کابینه آخوند روحانی را به باد حمله گرفته و نوشته است: نگاهی به رویکرد دولت یازدهم طی ماه‌های گذشته بیانگر آن است که به جای آن که در تمامی حوزه‌ها حرکت و پیشروی متوازن داشته باشد، حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد را معطل نتایج مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به دارایی‌های بلوکه شده در بانک‌های خارجی و همچنین برچیده شدن تحریم‌ها کرده است. مسئولان اقتصادی دولت فارغ از نتایج مذاکرات هسته‌ای باید راهکارهایی برای بهبود شرایط فعلی اقتصاد با همین امکانات موجود طراحی کنند.